کتاب دم‌آمیز اثر نیما شهسواری بخش هشتم مسخ. حالا دیگر آنقدر وضعیت کشور سر و سامان داشت، آنقدر قدرت در اختیار پسرک بود که فراغ بالی داشته باشد و بیشتر از پیش به زندگی شخصیش برسد. اوضاع به سامان بود، قدرت در اختیارش بود و در تمام جنگ ها و غزوه ها پیروز می شد. سرور و چوپان مؤمنان بیشتر غرق در زندگی شخصی خود شده بود. بعد از به قدرت رسیدن پسرک، زنان بیشماری را اختیار کرده، شاید به 9 تا می رسید شمارشان، شاید برخی اسامی آنها را کم و بیش می دانستند. سرور مؤمنان به خود می رسید، هر بار به خانه زنی از زنهایش می رفت. لذات انسانی زندگی او را مسخ کرده بود و زمان بسیاری را با زنانش می گذراند. هر وقت دوست داشت به خانه یکی از آنها می رفت و همین موجبات دلازردگی زنانش را فراهم می کرد. باز هم همان تشنج‌ها، ولی این بار خدا نه برای فرمانی تازه، نه برای جهاد و غزوه، نه برای اندرز دادن مؤمنان و ترسیم بهشت و جهنم، که برای فرزندش و مشکلات زندگی شخصیش به کلام آمد. از عدالت او گفت، از اینکه خودش می‌داند چه روزی و چه موقعی به سراغ کدام زنش برود. وحی آسمانی و حرف‌های خدا رنگ و بوی روابط پسرک را به خود گرفت و سرور اینها را برای مؤمنان و زنانش قرائت کرد. آدمیانی که چیزی جز اطاعت در برابر نداشتند و باید بیچون و چرا تمام خواسته های او را عملی می کردند. حتی خدا باری از زبان پسرک به سخن آمد و فرمان داد که تنها پسرش می تواند زنان بیشماری در اختیار بگیرد و باقی مؤمنان تنها اجازه دارند 4 همسر اختیار کنند. خدا لقب مادر مؤمنین به همسران فرزندش داد تا آنها مادر همگان باشند و طبق شریعتی که چندی پیش اعلام داشته بود، مادران بر همگان حرام بودند و دیگر بعد از مرگ فرزندش کسی حق آن را نداشت تا با زنان سرورشان ازدواج کند و آنها را به همسری برگزیند. اینها و خیلی از مسائل شخصی پسرک صحبت‌های خدا شده بود. همه و همه را همگان به دل می شنیدند و شکر می کردند. برخی از زنان او می گفتند که او چه روابط عاشقانه‌ای با خداوند بزرگ دارد و چقدر این فرزند خلف را دوست دارد. در هر مشکل کوچک و بزرگی با او هم کلام می شود و راه و چاه به سرور نشان می دهد. آنها می دانستند که خدا با پسرک ساعتهای مدید خلوت می کند و با هم بسیار حرف می زنند. گاه گریه و گاه خنده سر می دهند. مردم در محفل‌های کوچکشان درباره سرور به بحث می نشستند، اما یارای اعتراض به چیزی نبود. نمی توانستند قد علم کنند و تنها به همان کنایه‌ها در جمعشان بسنده می کردند که چرا خدا در باب مسائل شخصی فرزندش سخن می گوید و برخی گونه پاسخ می دادند که خداوند دانا بر تمام عالم غیب است. و این صحبت‌ها هماره میان مردمان ادامه داشت و هر روز صحبت‌های قدسی قدرتمندتر می‌شد. آن پسرک دیرباز، آن زندگی گذشته، همه و همه را به دست فراموشی سپرده. او حال بزرگترین انسان کشور و شاید هم جهان بود. از آن روزها هیچ باقی نمانده بود. وقتی بیرون می‌آمد، همه برای لحظه‌ای کنارش بودن، تبرک و وجودش را لمس کردن، بر صورت خیشتن و اطرافیان می‌زدند و همهمه‌ای به پا می‌شد. تا حتی شده برای ثانیه‌ای دستشان به دست متبرک او بخورد. برخی با نزدیکی به او از هوش می‌رفتند، برخی ساعت‌ها گریه می‌کردند. همه و همه را پسرک می‌دید و بیش از پیش به خود می‌بالید. می‌دانست این عمر با عزت آیندهی بزرگ هم برایش در انتظار خواهد داشت. مطمئن بود آن دنیا هم در پیش روست. او سرور آن جهان هم خواهد شد. در کنار خدا می نشیند و فرمان می دهد. مالک بهشت برین می شود. او حال در جهان مکتبی پایگذاری کرده بود که می توانست به عمر جهان باقی بماند
و از این رو بود که بیشتر به خود میبالید. حال در دنیا و زندگیش به دیگر کشورها حمله کرد و آنها را از این شریعت مطلع کرد و راهنمای جهانیان بود. همیشه به حواریون گوش زد میکرد پس از مرگش. وقتی این را میگفت گریه شدید صحابه به هوا برمیخواست. گویی آنها نمیخواهند بیچوپان شوند. گویی از خدا انتظار دارند تا ابد او را میانشان نگاه دارد و پاسبان آنها بماند. اما او گفته بود که به زودی در بهشت در کنار هم خواهیم بود و هماره با خدا این معاشقات را رد و بدل می کرد و همین معاشقه را با حواریون نیز در میان گذاشت. او گفت ما کمی بعد در بهشت با هم خواهیم بود و شاید باید در این دنیا پاسبان راه من باشید. باید این دنیا را به جهانی لایق تبدیل کنید. هیچگاه نباید دست و پا عقب بکشید. عمر را برای پیروزی و پیشبرد دین خدا فدیه و قربانی کنید. او اینها را می گفت و هزار اشک می ریختند. هماره فرمان جهاد و کشورگشایی می داد تا روزی همه جهان به دین مبارک خداوند باور پیدا کند و جهان عاری از هر گونه اعتقاد شرک‌آلود شود. او می گفت و می خواست تا پیروانش افسون و خیشتن در آخرت در برابر پدرش سربلند از کثرت مؤمنان هلهله سردهند. پسرک محترم عمر دراز و با عزتش را پشت سر گذاشته، حالا دیگر از تمامی نعمات جهان بهره‌مند است. شخصیت اجتماعی بالایی دارد، زنان بیشمار، ثروت هنگفت. او پادشاه سرزمین های بسیار است. او در برابر پدرش روسپید و خوشحال است و این عمر با عزت دیگر در انتهای راه است. دیگر آن تراوت سابق را ندارد. دیگر جوان نیست، پیر و کهنسال شده. صورتش زیباییش را از دست داده و حال شاید در همین لحظه تنها خواستش در دنیا همین بود تا دوباره جوان و سرحال شود. شاید میخواست باز هم با زنان بسیاری معاشرت کند. شاید میخواست راه خدا را قدرتمندتر کند. اینها را به زبان نمی آورد. اما برخی رفتارهایش حاکی از آن بود که طالب جوانی است. آن نگاه های پرحسدش به جوانان شاید گویای اینها بود، اما همگان می دانستند که این عمر با عزت در شرف پایان است. مردم ناراحت بودند، بر سر و صورت می کوفتند، گریه می کردند و از دست دادن چوپان بزرگشان می اندیشیدند و پر از ترس می شدند. او حال در خانه بستری بود. زنانش از او مراقبت می کردند. سرود مرگ بر گوشش نواخته می شد. حالا دیگر نمی توانست برای به جا آوردن مناسک و مراسم شریعتش به میان آدمیان برود. از این رو همان دوست متمول را به این جایگاه نهاده بود تا مراسم را به جای آورد. او هم با خلوص نیت و در جایگاه سرور بزرگ جهان به این فرامین گوش می داد و همه و همه را عملی می کرد. جانی از سرور نمانده بود. بسیاری دورش را می گرفتند. از او می خواستند تا بعد از خود جانشینی برای خیش به جای گذارد. اما همیشه از گفتن آن تفره می رفت. شاید فرمان خدا بود و شاید تدبیر، اما چیزی نگفت. شایعات بسیاری میان مؤمنان برپا بود. از جانشین کردن متمول برای مناسک و مراسم تا فلان زمان به فلان حواری این گونه گفتنها و پشت چشم نازک کردنها و کرشمه های ابروان سرور. بازار شایعات داغ بود. از هر گوشه سخنی به میان می آمد و این شایعات به طول بیماری پسرک ادامه داشت. پسرک که حالا مردی پیر و فرتوت شده بود و جان و رمقی بر تن نداشت، کل روز را در بستر بیماری می خوابید و توان حرف زدن را هم نداشت. بالاخره در روزی که خداوند مقدر کرده بود آرام چشمانش را بست. آرام بست و در این فاصله باز و بسته کردن چه اتفاقات ریز و درشتی که در جهان نیفتاد. فرمانهایی نه برای دورانی خاص که به طول و درازای تاریخ جاودانه شد و پسرک فرمان به یگانگی و انتهای این طریقت داد. برگیدن و قطع کردن،
چه خونها که در این فاصله پلک زدن به زمین ها نریخت، نه فقط به دوران حیات مثال دیگر پادشاهان مستبد که به طول و درازای تاریخ هر بار با حادثه‌ای تازه، با قرائتی جدید از همان سخنان باز هم بریدند و کشتند و غزوه کردند. نجوای آرامی در گوش پسرک می گفت: من فرزند خدا هستم. چشمانش بسته بود، دیگر نمی دید، دیگر نفس نمی کشید. مثال همان صدای دیروز که درون خیشتنش کلام ها می گفت، حالا هم تنها شاید درونش این صداها می آمد. دیگر هیچ نبود و سراسر جهان تاریکی بود. برایش جایگزین جستند، باز هم جانشین، و همان داستان طول و دراز باز هم کشتند و قتل عام کردند. باز هم زن از شوهر و فرزند از پدر و مادر از فرزند جدا کردند و کنیز شدند، خودکشی کردند، از زیر تیغ گذراندند، بر سر جانشین و حکومت خونها ریختند. باز هم فاجعه شد، باز هم مرگ فرا رسید، باز هم تصاویری وحشیانه از بریده شدن سرها و سنگسار آدمیان در برابر بود. چشمش بسته بود، صدایی نمی آمد، دیگر از درون کسی حرف نمی زد. بارگاه بزرگی به همان وسعت و عظمت و احترامش به پا شد، اما از درون آن هم صدایی نمی آمد. دیگر نجوایی شنیده نشد و برخی که باز تشنج کردند و این صدای آرام را شاید جماعت بیشمار انسان ها نشنیدند، اما عده‌ای انگوش شمار باز هم عرق ریختند و نام پسرک بر پرچمهای بسیار نگاشته شد. نامش میان آن بود. نجواها را همانها می شنیدند. آنها پیروان راستین بودند. اینها در گوششان تکرار می شد و جهانی که در بخت و وحشت می دید سرستن جدا می شد، خون سراسر زمین را می گرفت. و این تصویر در میدان، نه میدان همان شهر که در جهان و در دور دست ها دیده شد. خون ریخت، پیروان راستین، پرهیزکاران و مؤمنان درود می فرستند، فریاد خدا بزرگه از سر می دهند و تماشاگران بیشماری که تعدادشان به جمعیت کره زمین رسیده است در وجودشان می شنوند. به راستی خدا کیست؟ انسان کیست؟ و فرزند خدا کیست؟ همه گفتند و او هم گفت و دنیا هم دوباره گریست و آدمیان به حال خود سالیان بسیار مسخ شده خندیدند و به پشت تمام خنده ها عشق می ریختند و دیگر نخواستند که هیچ صدایی از درونشان بشنوند و همه را به خاموشی کشاندند و خیشتن خموش به اسارت و تسلیم شدن راضی ماندند که جهانی در پیش روی آنهاست، شاید رویایی، نه به لطف دیگری که به تلاش خیشتنشان.